کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، کاترین پاندر که از جمله پیشگامان مثبت اندیشی مدرن محسوب می شود، در این کتاب به تأثیراتی که از نظر او در اثر عشق الهی بر افراد به جای می‌گذارد و به زندگی رنگ و بوی سعادت می‌بخشد اشاره می‌کند. صفحه 82. هرچند پسرش و دوستان او از رفتار خشن مربی ناراضی بودند، نمی‌خواستند مادرشان در این مسئله دخالت کند. احساس می‌کردند که این کار تنها سرزنش و خشونتی بیشتر به بار می‌آورد. مادر بچه‌ها گفت که به فرشته مربی نامه بنویسند و از او بخواهند که رفتار او را نرم و ملاتفت آمیز و سرشار از تفاهم کند. البته خودش نیز در پروژه نامه‌نگاری به فرشته مربی شرکت کرد. چندی گذشت و نتیجه عاید نشد، اما ناگهان ورق برگشت چون مربی اعلام کرد که برای احراز شغلی بهتر این کار را ترک می کند و مربی ورزش دانشکده ای می شود. این شغل جدید هم درآمد بیشتری داشت. هم این مجال را به او می داد تا فوق لیسانس خود را بگیرد که بزرگترین آرزوی زندگیش بود. آنگاه مادر دریافت که رفتار خشن مربی ناشی از ناکامی و عدم رضایت شغلی او بود. یکی دیگر از نتایج حیرت انگیز این بود که پسر این خانم از این باشگاه ورزشی یک کاپ قهرمانی جایزه گرفت که فرشته زینت آن بود. 5. برای ارتباط با سنخ تنپرست ترسو و به فرشته کلیسایی در ساردست بنویس. مکاشفه یوحنا باب اول. واژه ساردس یعنی شاهزاده قدرت، جبون بزده، بیمناک، دلنگران. آن کس که همواره از چیزی می هراسد. این گونه اشخاص بنده تن خود هستند. همواره از حواله بانکی، تصادف و آنچه می خورند می ترسند. همیشه جویای رفاه و آسایش و تنپروری و چیزهای نرم و راحت و آسان زندگی هستند. گویی هیچ کتاب و درس و سخنرانی و تعلیمی نمی تواند از ترس آنها بکاهد. اما نامه نوشتن به فرشته آنها، روح جسور و دلاور و بیباک آنها را برمیخیزاند و شاهزاده قدرت میشوند. این گونه اشخاص همواره تغییر عقیده میدهند. گلوی آنها که مرکز قدرت بدن است، معمولا ضعیفترین و آسیب پذیرترین نقطه تن آنهاست. وقتی میترسند دچار گلو درد یا ناراحتی های حلق میشوند. چنین شخصی استعدادی عظیم برای قدرتمند شدن دارد. با نامه نوشتن به فرشتهش، مرکز قدرت وجودش را بیدار و زنده می کنید. نامه نوشتن به فرشته به او بیباکی و ثباتی را می بخشد که آرزومند بیان و تجلی آن است.
مردی بازرگان هرچه میکوشید که کارهای تجاری را به ثمر برساند موفق نمیشد. مدت ها بود که این کار پا در هوا مانده بود. همه کسانی که در این کار ذی‌نفع بودند میخواستند که از این مذاکرات نتیجه بگیرند و کار را فیصله دهند. الا یکی از آقایان که به کلی معذور و دودل بود. مرد بازرگان درباره شیوه نامه نوشتن به فرشته شنید. دریافت که این مرد متعلق به سنخ جبون و بیمناک و ترسو و نامطمئن است که مدام تغییر عقیده می دهد. پس به فرشته مرد نامه نوشت و خواست که این کار هرچه زودتر به نتیجه شایسته و مناسب برسد تا برای همگان برکت و رضایت آورد. چند روز بعد مردی که مدتها آنها را معطل کرده بود گفت فردا صبح به دفترم بیا و اسناد را امضا کن. آنگاه افسود به اندازه کافی تأخیر شده است و مشتاقم که این کار هرچه زودتر فیصله یابد. 6. برای ارتباط با سنخ دوستدار امور خیریه و برای فرشته کلیسایی در فیلادلفیه بنویس. مکاشفه یوحنا باب 7. واژه فیلادلفیا یعنی اخوت و عشق برادرانه و محبت جهانی. این گونه اشخاص بسیار درباره برادری انسان‌ها صحبت می‌کنند. اما محبت از نظر آنها یعنی کار و نمایش بیرونی، نه اصالت و هوشیاری باطنی و آگاهی ژرف از عشق راستی. اینها شیفته انسان نیستند، فریفته گردهمایی‌های سازمانی و شرکت در جلسات و باشگاه‌های مختلف و سازمان‌های اخوت و اماکن مذهبی و جویای گروه‌ها و شهروندانی هستند که در پی عشق جهانی و محبت برادرانه باشند. گاه آنقدر خود را در امور خیریه خفه می کنند که از شدت فرسودگی ناکام می شوند. هرگاه خود را در گروه یا سازمانی یافتید که امور خیریهش نامتعادل به نظر می رسید و با فهم و شعور باطنی عشق اصیل و راستین همراه نبود، می توانید به فرشته آن سازمان نامه بنویسید و بخواهید که عشق الهی در اندیشه ها و همچنین در اعمال اعضای آن گروه زنده و ظاهر شود. با این کار، اشخاصی که با عشق الهی هم نوا نیستند، به شیوهی هماهنگ از آن گروه بیرون می روند. آنها نیز که با اهداف گروه هماهنگی کامل دارند، پدیدار می شوند و پایدار می مانند. با این کار، آرامش و هماهنگی درون و برون ایجاد و حفظ می شود. رئیس سازمانی متوجه نوع هماهنگی در اداره اش شد. معلوم نبود چه کسی مسئول این بیقراری و گرایش های منتقدانه گروه است. برای برقراری نظم و هماهنگی راه‌های متفاوت را آزمود، اما گروه همچنان کنار جو و انتقاد آمیز و ناهماهنگ به جا ماند. در کمال ناامیدی شروع کرد به نامه نوشتن روزانه به فرشته سازمان و از او کمک خواست تا محبت و تفاهم را دیگر بار برقرار کند. آنگاه نوشت من این بار را به فرشته عشق الهی می سپرم. فرشته عشق اکنون در این وضعیت و در دل همه کسانی که با این سازمان رابطه دارند ظهور می کند. چندی نگذشت که چند نفر که داوطلبانه به سازمان خدمت می کردند استعفا دادند و سازمان را ترک کردند. کارکنانی تازه جای آنها را گرفتند که مشتاق بودند به شیوهی هماهنگ و سرشار از آرامش با سازمان همکاری کنند و در راه پیشرفت آن بکوشند. با نامه نوشتن به فرشته سازمان آرامش و پیشرفت ایجاد و حفظ شد. 7. برای برقراری ارتباط با سنخ سرگردان بی‌ثبات و به فرشته کلیسایی در لاوتکیه بنویس. مکاشفه یوحنا باب 14. واژه لاوتکیه یعنی عدالت و داوری. این گونه اشخاص غالباً چهره‌ای ناعادلانه دارند، بی‌ثبات و بی‌قرار و دگرگونی پذیر و آوارگانی جوینده عقاید و اماکن تازه‌اند. اغلب اوقات معتقدات دینی و دیدگاه‌های سیاسی خود را عوض می‌کنند. آنها ناآرام و خرده‌گیرند، معمولاً احساس می‌کنند که در حق آنها ناروایی شده یا از آنها سوء استفاده کردند. این اشخاص از شغلی به شغلی، از کلیسایی به کلیسایی، از عقیده‌ای به عقیده‌ای و از باشگاهی به باشگاهی رهسپارند، زیرا آرام و قرار ندارند و همواره در حال الحاق هستند. اصلا جایی بند نمی شوند تا بتوانند دریابند آنجا سودی به حالشان دارد یا نه. وقتی به فرشته چنین شخصی نامه می نویسید، به تأکید ندا در دهید که قانون الهی عشق و عدالت در زندگی و امور او به کاملترین کار خود سرگرم است.
و او به یمن هدایت الهی در جای درست خود قرار می گیرد. او از طریق ذهن نیمه هوشیارش به بینش عالی و بلندی که برای کمال و ثبات او در نظر دارید بیشتر و بیشتر پاسخ مثبت می دهد. شاید وقتی به فرشته دیگران نامه می نویسید احساس کنید که نتیجه‌ای آیدتان نمی شود. باید صبر کنید زیرا ناگهان همه چیز عوض می شود. دگرگونی ها پدید می آیند و آنچه که مقدر و پایان نیافتنی به نظر می رسید به سرعت و آسانی از میان برمی خیزد. اگرچه گاه باید پیش از همه اینها صبر نشان داد. واژه فرشته یعنی فرستاده خدا. هرگاه تیرید از شکست به شکست رسته پارید یا هرگاه که وسوسه می شوید خود را به باد انتقاد و ملامت بگیرید حتما به فرشته خودتان نامه بنویسید. فرهنگ ماوراء طبیعی کتاب مقدس می گوید کار فرشته ها نگهبانی و هدایت و حمایت از نیروهای طبیعی ذهن و تن است زیرا آینده انسان کامل را در خود نهفته دارد. اما کورتیس هاپکینز می نویسد فرشته حضور او همواره همراه آدمی است. این رهبری والا میراث هر انسان است. لازم نیست از روزهای پرخطر یا از شرایط پرشرب بهراسد اگر می داند که فرشته حضور پیشا پیش او راه می رود و از او دفاع می کند و او را به مقصد می رساند. به هنگام دشواری ها به خود بگویید از هیچ چیز نمی ترسم. فرشته نگهبانم پیشا پیش من گام بر می دارد و راهم را هموار و کامیاب می گرداند. هنگامی که دیگران نیز با مشکل مواجه هستند همین را برای آنها بگویید. بانوی بازرگان می بایست برای خرید کالایی به خارج شهر می رفت. در نتیجه می بایست ساعتها در مه و باران در کنار شوهر بیمارش که نمی توانست او را در خانه تنها بگذارد رانندگی کند. دوستی به او گفت از چه می ترسی؟ فرشته نگهبانت با تو خواهد بود. پس از بازگشت از سفر به دوستش گفت انگار واقعا فرشته همراه من بود. همین که از شهر بیرون رفتیم آسمان صاف و آفتابی شد و باران بند آمد و توانستم به آسانی رانندگی کنم. در سراسر سفر هوای بد ندیدم. گویی رانندگی من در حال روحی و بهبود بیماری شوهرم هم مؤثر بود. ضمناً پرسودترین سفری بود که پس از مدت‌ها نصیبم شد. هرگز از فرشته خود یا فرشته دیگری نخواهید به درخواست‌هایی توجه کند که موجب آزار و یا آسیب کسی می‌شود. فرشته که ضمیر برتر خود ماست به چنین تقاضاهایی وقعی نمی‌نهد و پاسخ مثبت نمی‌دهد. وقتی این شیوه ویژه عشق را به کار می‌گیرید، مشتاق باشید چیزی بی‌نهایت عالی‌تر از آنچه می‌پندارید یا می‌خواهید به سراغتان بیاید. زیرا نامه نوشتن به فرشته راه تجلی همه موهبت‌ها را می‌گشاید. آنگاه وفور نعمت و برکت‌های بیکران را به سوی شما فرا می‌خواند. برای بیدار کردن این شیوه ویژه عشق، اغلب به وعده این مضمون بیندیشید. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد. و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید زیرا که حضرت اعلی و فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نماید. مزمور 91 10 و 11 صفحه 87 فصل 7 از دولت عشق. باید اعتراف کنم نخستین بار که در کتاب توانگری چارلز فیلمور مطلب زیر را خواندم به دیده شک به آن نگریستم. به من بگویید درباره خودتان و همسایه‌تان چه نظری دارید تا دقیقاً به شما بگویم که تندرستیتان در چه حال است و وضع مالی و هماهنگی زندگیتان چگونه است. اگر به انسان‌ها عشق نمی‌ورزید و اعتماد ندارید به خدا نیز نمی‌توانید عشق بورزید یا اعتماد کنید. اندیشه عشق و نفرت به طور همزمان نمیتواند در ذهنتان وجود داشته باشد. پس هرگاه به یکی از آنها سرگرم باشید، قطعاً دیگری غایب است. به دیگران اعتماد کنید و اقتدار ناشی از آن عمل را صرف توکل به خدا کنید. این کار سرشار از جادوست. معجزه ها و شگفتی ها میآفریند. محبت و اعتماد نیروهای پویا و زنده اند. دل لبریز از محبت مغروز نمی شود. صاحب یک شرکت لوازم منزل در آلاباما برایم تعریف کرد یکی از مشتری‌ها که از فروشگاهش ماشین لباسشویی خریده بود پول ماشین را نمی‌پرداخت. اداره امور مالی شرکت ناچار از او شکایت کرد. او می سراسیمه به فروشگاه آمد و به صدای بلند بنای بددهنی را گذاشت.
مردی قولپیکر و هیولایی سنگین وزن بود. البته صاحب فروشگاه مردی کوچک اندام بود. در تمام مدتی که مشتری فحاشی میکرد، صاحب فروشگاه در کمال آرامش و ادب و خوشرویی خاموش به او گوش داد و هرگاه در میان این اتهامات بی‌وقفه مجالی پیش می‌آمد می‌گفت: اما من شما را دوست دارم. شاید بیش از 15 بار این جمله را تکرار کرد. سرانجام مشتری در نهایت انزجار از فروشگاه بیرون رفت. نیم ساعت نشده بود که برگشت و از رفتار ناپسندش پوزش طلبید و از او تشکر کرد که با چنین آرامش و لطفی با او رفتار کرده است. آنگاه توضیح داد که به علت همین بدخلقی شغل خود را از دست داده است. در واقع به یکی از همکارانش حمله کرده و او اکنون در بیمارستان بستری است. آنگاه گفت طرز رفتار صاحب فروشگاه به او نشان داد که چه زود از کوره در می رود. قول داد به محض اینکه کار تازه‌ای پیدا کند، پول ماشین لباسشویی را خواهد پرداخت و همین کار را هم کرد و مشتری دائمی و پر و پا قرص این فروشگاه شد. اکنون میگوید ابداً آسان نیست به شخص غضبناکی که فریاد میکشد گفت دوستت دارم، اگرچه ارزش دارد. وکیلی که کتاب توانگری چارلز فیلمور را مطالعه کرده بود برایم تعریف کرد. در پایان سال که به حسابرسی دفاترش پرداخت، متوجه شد که هنوز دو چک قابل ملاحظه خود را دریافت نکرده است. گفته آقای فیلمور را بیاد آورد که اندیشه قرض بدهکاری می‌آفریند. دریافت تا لحظه‌ای که خودش یا دیگران را مغروز بداند یا خودش بدهکار می‌شود و دیگران به او مغروز خواهند بود. پس برای غلبه بر اندیشه‌های منفی و همچنین برای بیدار کردن قدرت محبت و اعتماد در ذهنش برای آن دو مشتری نامه‌های جداگانه نوشت. نام آنها را بر زبان آورد و برایشان برکت و ثروت طلبید و صمیمانه به آنها گفت که هیچ گونه بدهی به او ندارم. مدت زیادی از این نامه‌نگاری ذهنی نگذشته بود که هر دو آنها در یک روز با او تماس گرفتند. یکی از آنها که در ایالت دیگر زندگی می‌کرد، با پست چک او را فرستاد. دیگری نیز حضوراً آن را برایش آورد. من نیز دیگر در این گفته چارلز فیلمور که از دولت عشق می‌توان هم خود ثروتمند شد و نیز دیگران را به توانگری رساند شک نمی‌کنم. به حقانیت آن پی بردم. محبت و اعتماد پویا و زنده اند و سرشار از قدرتی جادویی که شگفتی های بسیار می آفریند. آنچه در زیر می خوانید نامه های اشخاصی است که یا در سخنرانی هایم شرکت کرده اند یا کتابم را خوانده اند و این حقیقت را آزموده اند. بانوی از اوهایو برایم نوشت 8 سال می شد که در مدت مرخصی هم به سفر نرفته بودم. تا اینکه تکرار این عبارت را آغاز کردم که عشق الهی هم اکنون ثروت و شوکت می بخشد و به شیوه شکوهمند دولتمندم می کند. چندی نگذشت که دوستی یک بلیط رفت و برگشت فلوریدا به من هدیه کرد. دوستی با من تماس گرفت و گفت برای مأموریتی اداری به فلوریدا می رود و از من دعوت کرد که همراهش بروم و در این مدت در آن هتل با او هم اتاق باشم. تنها پولی که من پرداختم برای غذا بود و این سفر را معجزه الهی، معجزه عشق الهی می دانم. بانوی از کالیفرنیا برایم نوشت به محض اینکه هر روز کلام عشق الهی را تکرار کردم در زندگیم معجزه های بسیار پدید آمد. دوستی به من پیشنهاد کرد که در خانه او که اتاق اضافی داشت زندگی کنم و اجاره منزل نپردازم. اساسیم با ظرف 4 روز فروختم که خودش معجزه دیگر بود، چون در پرداخت هزینه ها شریک شده بودیم. خرج 2 نفر ما نصف شده بود. فروش اساسیه سبب شد که دستم باز شود و زندگی آسوده تری پیدا کنم. درآمدی که در حال تعلیق مانده بود به دستم رسید و اکنون پس انداز قابل توجهی نیز دارم. من که از دولت عشق به راستی خیر دیدم. بانویی از ماساچوست برایم نوشت برای باز کردن بنگاه معاملات ملکی می بایست در امتحانی بسیار دشوار قبول می شدم. از آنجا که آزمون سختی بود، افرادی معدود می توانستند در آن شرکت کنند. این آزمون مستلزم حفظ کردن 50 صفحه از کتاب قانون بود. من از مطالعه کتب درسی لذت نمی برم و هر بار که می خواستم برای امتحان درس بخوانم، نگاهم بر این صفحات می لغزید. 40 سال بود که در هیچ امتحانی شرکت نکرده بودم. آن هم امتحانی که این همه حافظه و دقت بخواهد. یادم افتاد جایی خوانده بودم به هر کار که دست میزنید با علاقه مندی و شور و شوق انجامش بدهید و عشق و محبت در آن بگذارید. همین کار را کردم و در امتحان قبول شدم. زن و شوهری از نیویورک برایم نوشتند
از روزی که ما کلام عشق الهی را تکرار کردیم، چنان مشتری‌ها به فروشگاه مفروشی ما سرازیر شدند که مجبور شدیم کارمند تازه‌ای استخدام کنیم. به راستی که از دولت عشق میتوان دولتمند شد. بانوی برایم نوشت: پس از مطالعه کتاب از دولت عشق، اغلب کلام عشق الهی را تکرار می‌کنم. با اینکه از شوهرم جدا شده‌ام و به تنهایی باید از پس مخارج فرزندانم برایم، به یمن عشق الهی همواره توانستم مایحتاج زندگی را فراهم آورم و برکت و نعمت نیز همیشه به طرز معجزه آسا از راه رسیده است. از زمانی که یک دلار نیز نداشتم، توانستم به یمن عشق الهی یک اتومبیل 4000 دلاری بخرم. مدت‌ها بود که به یک ماشین نیاز داشتیم، اما چون شوهر نداشتم تا بتوانم روی درآمد اون نیز حساب کنم، می‌ترسیدم ماشین بخرم. پس از مخارجی چون اجاره خانه و غذا و لباس، انقدر برایم نمیمان که بتوانم خرج بزرگی بکنم. به جز اشیای درآمدم که به طور مرتب اول هر ماه وقف کار خدا میکردم، پس اندازه دیگری در این دنیا نداشتم. اما هر بار که یک دهم حقوق ماهانه ام را میپرداختم، میگفتم دارم در بانک معنوی خودم پس انداز میکنم. وقتی دختر داییم گفت که میخواهد ماشین نو بخرد، از او خواستم که ماشین قدیمیش را برای من نگاه دارد. من و بچه ها در منزل شروع کردیم به تکرار روزانه این عبارت که عشق الهی همکنون پول لازم را به ما می‌دهد تا بدون هیچ مشاریک اتومبیل عالی بخریم. آن وقت توانستم 500 دلار از بیمه و 500 دلار از یکی از دوستانم وام بگیرم، اما بانک این مبلغ را نمی‌پذیرفت و می‌گفت که برای خرید اتومبیل دست دوم باید نصف قیمت آن را پیشاپیش بپردازم. با اینکه چندین نفر حاضر بودند که پول اتومبیل دخترداییم را نقدن بپردازند، او گفت که ماشین را برای من نگاه می‌دارد. بچه‌ها نیز برای عقیده بودند که عشق الهی از این وضعیت حمایت می‌کند و عالی‌ترین رویداد پیش خواهد آمد. با اینکه قدری ناامید شده بودم، هنوز می‌توانستم مسئله‌ام را به دست عشق الهی بسپارم. به محض اینکه از مسئله دست کشیدم، دخترداییم ماشین را به من تحویل داد. گفت هر وقت کار وام بانکی‌ام درست شد، می‌توانم در اقساط ماهانه پول ماشین را بپردازم. در نتیجه کاملا به موقع و برای تعطیلات تابستانی بچه هایم صاحب ماشین بودم. اما ببینید عشق الهی چگونه به دادم رسید. قرار شد که ماهی 350 دلار اضافه حقوق بگیرم. وانگهی 2500 دلار نیز بابت اضافه حقوق ماهای پیش به من پرداختند. در نتیجه توانستم هم پیشقسط هم قسط ماهانه اتومبیل را بدون هیچ فشار، همان گونه که در عبارات تاکیدی خود تکرار کرده بودیم، بپردازم. توانگری و ثروتی که به یمن عشق الهی نصیب انسان شود بسیار شادی انگیز است. بانویی از کالیفرنیا برایم نوشت: راست است که گیاهان به عشق پاسخ مثبت می‌دهند. چند هفته بود که هر بار به سوپرمارکت می‌رفتم، گیاهانی را که در گلدان‌های شبیه کوزه کوچکی فروختن تحسین می‌کردم. اما وقتی به قیمت آنها نگاه می‌کردم، می‌دیدم برای بودجه من مناسب نیستند. اما وقتی به خانه برمیگشتم، هنوز حواسم پیش گلدان‌ها و گیاهان بود. شمه گذشته که به خرید رفته بودم، دوباره سراغ گیاهان رفتم و فکر کردم چقدر دلم میخواست من هم یکی از آنها را میخریدم. داشتم برمیگشتم که فروشنده گفت: ما امروز گلدانهای این ردیف را حراج گذاشتیم. لانه یک دلار. ای والا، عشق قیمتها را هم پایین میآورد. یکی از دوستان قدیمی هم یک ریز میگوید: واقعا که عشق الهی همه نیازهای آدمی را برمیآورد. من هم میگویم: البته، مخصوصا به شرطی که مدام به آن توجه کنی. بانویی از میشیگان برایم نوشت: ساعت یکی بعد از نیمه شب بود. پس از تدریس در کلاسی به خانه باز میگشتم. میبایست 10 کیلومتر رانندگی میکردم. کنار جاده پر از برف بود، اما متوجه نشدم که جاده یخ زده و لغزنده است. نگهبان ماشینم نیز خورد و تا سقف توی توده برف فرو رفتم. وقتی از ماشین بیرون آمدم، تا زانو در برف بودم. تاریک بود. شروع کردم به راه رفتن در جاده تا اگر ماشینی دیدم دست تکان بدهم. بین راه تکرار کردم: از عشق الهی میخواهم تا هر معجزه‌ای را که برای این وضعیت صلاح میداند همکنون به انجام برساند. چند دقیقه که هیچ، چند لحظه نیز نگذشته بود که مردی کامیون سوار از راه رسید و همه وسایل مورد نیاز و مهارت لازم برای این کار را نیز داشت. پس از 15 دقیقه به سوی خانه‌ام میراندم. البته در سمت چپ ماشینم اندکی آسیب دید. وقتی ساعت یکی بعد از نیمه شب از عشق الهی معجزه خواستند، بیدرنگ دست به معجزه زد. به راستی که تجربه شگفت‌انگیز و شگفت بود. مردی از زندان پنسیلوانیا برایم نوشت: محکوم به حبس ابد شده بودم. مورد عفو قرار گرفتم و به محکومیت من تخفیف دادن. مسئولین تصمیم گرفتن که بعد از 5 سال زندان به غیر کفیل آزاد شدم. از تصمیم آنها نومید شدم، اما شهامت خود را از دست ندادم. فکر کردم به رابطه‌ام با خدا ادامه میدم و هر کار که از دستم برمی‌آید برای جبران جنایتی که از آن پشیمانم می‌کنم. هنوز عبارت عشق الهی را تکرار می‌کنم.
و هر روز کتاب از دولت عشق شما را می‌خوانم تا این روزها را پیروزمندانه بگذرانم. بانوی برایم نوشت: تکرار عبارت عشق الهی در زندگیم معجزه‌های بسیاری کرده است. هرچند خارجی هستم و تازه مقیم آمریکا شدم، نه تنها دوستان بیشمار دارم، یادی دارم که همواره در دعاهایم شرکت می‌کنند. بانوی از اورگان برایم نوشت: پارسال تصمیم گرفتم ازدواج کنم. پس در فهرست دعایم همه صفاتی را که می‌خواستم شوهر دلخواهم داشته باشد نوشتم. هر روز نیز عبارت عشق الهی را تکرار می‌کردم. در ماه ژوئن او را دیدم و در ژانویه ازدواج کردیم. هرگز به این اندازه خوشبخت نبودم. او همه صفاتی را که در فهرست دعایم گنجانده بودم داراست. هنوز هر روز عبارت عشق الهی را تکرار می‌کنم و هر روز کتاب عزلت عشق شما را می‌خوانم. امیدوارم کتاب شما به دست همه برسد و همه مردم عبارت عشق الهی را تکرار کنند. خانمی از کارولینای شمالی برایم نوشت: عشق الهی معجزه هایش را به شیوه اسرارآمیز به انجام می‌رساند. من از دو ازدواج ناموفق خود دو ثمره نیکو گرفتم. در میان تجربه های تحمل ناپذیر و طاقت فرسا دو موهبت عظیم نصیبم شد. دو فرزند نازنین و هوشمند که اکنون یکی از آنها به دبیرستان و دیگری به دانشکده می‌رود. جالب توجه اینجاست که احساس می‌کنم سال‌های زندگی‌های زناشویی‌ام در رشد معنوی‌ام بی‌تأثیر نبوده است. اکنون باطنی روشن و تمیز و پالایش یافته و ظریف دارم که شاید حاصل همه آن رنج ها باشد. خودم نیز در یک گروه بررسی و مطالعات معنوی فعالانه شرکت دارم و آن را بسیار الهام بخش می یابم. چندین دهه پیش که عالم تجارت را رها کردم و به خدمت کلیسا درآمدم و کشیش شدم، خانمی نازنین که اون نیز کشیش بود و با او کار میکردم از من خواست که در نوشتن پاسخ به نامه‌هایی که روی میزش انباشته بود به او کمک کنم. وقتی چند تا از نامه‌هایی را که نوشته بودم خواند، گفت: نامه‌های بسیار خوبی نوشته‌ای، اما عزیز دلم، اندکی عشق و محبت در آنها بگذار. متوجه شدم که از نظر قانون نامه‌نگاری همه مقررات را به دقت رعایت کرده بودم. تنها چیزی را که فراموش کرده بودم این بود که در آنها روحیه عشق و محبت را زنده کنم. اگر از نظر مالی خدا و هکارهای مربوط به او را در درجه اول اهمیت قرار دهید، راه قطعی از این ترین ثروت و دولت را برگزیدید. راهی مطمئن که ردخور ندارد، منتها باید اشیاهای خود را به طور منظم پیوسته و مدام بپردازید. وانگهی یک دهم از درآمدها و سایر دارایی‌های خود را صرفاً برای انجام وظیفه و رفع مسئولیت نپردازید. حتما سنجیده و خودآگاهانه در آن عشق و محبت فراوان بگذارید. بخشش باید سرشار از لطف و مهربانی و شادمانی باشد. اگر نه، آن گونه که باید و شاید اثر نمی‌کند و ثمرات نیکو به بار نمی‌آورد. هرگاه دریابید نخستین یک دهم هر آنچه که در زندگی دریافت می‌کنید در هر حال به خدا تعلق دارد و شما تنها کاری که می‌کنید این است که یک دهم از آنچه را که او به شما داده است و می‌دهد را به او باز می‌گردانید تا برکت خودتان تقدیم شود و فزون می‌یابد، آنگاه برایتان آسان می‌شود که بخشش خود را با عشق و محبت تقدیم کنید. تمامی یک زمین چه از تخم زمین چه از میوه درخت از آن خداوند است و برای خداوند مقدس خواهد بود. عهد عتیق سفر لاویان. این شناخت سبب می شود که از بخشش و ایثار نهراسید و سرشور از نفرت و انزجار به این کار مقدس دست نزنید. برعکس، به هنگام قسمت کردن دارایی ها یا هدایای خود با دیگری، حتما در عمل خود عشق الهی و حق شناسی و شکرگزاری از نعمات بیشمار خدا را بگذارید تا بیشتر به دستتان بدهد و از دست شما خیر و برکت بریزد. خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی. واژه اشریه یعنی یک دهم از روزگار باستان به رقم ده به صورت رقمی جادویی و نمایانگر فزونی نگریسته است. همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ پرداخت منظم اشریه را قانون توانگری و روز ثروت دانستند. احساس کردم با بازگرداندن یک دهم از همه آنچه را که از آفریدگار خود ستاندند با حکمت و دولت کائنات هماهنگ شدند. پرداخت اشریه به صورت عمل عبادت و عمل بیدار کردن و فور جهانی و زنده کردن بکت‌های بیکران از زمان انسان بدوی متداول بوده است. همان گونه که یهودیان در روزگار کهن به اثبات رساندند که پرداخت اشریه توانگری می‌آورد، در زمان امروز کل مبلغ اشریه‌ای که جان راکفلر در سال 1855 پرداخت 9.5 دلار بود، اما در سال 1934 اشریه‌اش به مبلغ 531 میلیون دلار رسید. او اغلب می‌گفت: خدا به من ثروت داده است. قسمت کردن آنچه دارید با دیگران افزایش آغاز مالی است. همان گونه که ملاکی در عهد عتیق میگوید: تمامی اشها را به مخزن‌های من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. خداوند میگوید: مرا اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود.
زمان که به پیش می رود، عشیه دهنده منظم و وفادار همان گونه که ملاکی وعده داده است، برکت خود را تقدیس شده و فزونی یافته می بیند. به راستی آنان که پیوسته و بی‌وقفه در کمال نظم و ترتیب اندرز او را به کار بستند، معمولا شاهد چنان ثروت و دولتی شده‌اند که خوابش را نیز نمی‌دیدند. آنقدر دستشان باز شده است که توانستند هر آنقدر که بخواهند درخشایند و هر چقدر که بخواهند خرج کنند. از میان همه قوانین جهانی زندگی که در طول این سالها دربارهشون گفتم و نوشتم، گویی قانون عشریه بیش از همه قانونها مردم را مجذوب کرده است و به شگفتی درآورده است. شاید به این علت که میراث کهن کامیابی را با خود همراه دارد. نامه هایی که از عشریه دهندگان و ابراز خرسندی آنها دریافت میکنم بسیار بیشتر از دیگر قوانین توانگری است. میرادخور همه به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به آسایش و ثروت باید نخست یک دهم از هر درآمد خود را به خدا و کار او اختصاص بدهند. این تنها راه برای فراخواندن وفور نعمت و رفاه و دولت بیشتر است. آری، اگر آدمی از این قانون اطاعت کند، سزاوار عالی ترین موهبت هاست. در پایان باید از خوانندگان نوشته ها و شنوندگان سخنرانی هایم تشکر کنم که همواره با پرداخت عشیه های منظم و حمایت و محبت خود این امکان را به من دادند که 3 کلیسای معنوی مستقل یونیتی چرچ را بنا کنم. از شما می خواهم حتما به کلیسای مورد علاقه خود یا به معبد و کانونی که حقیقت یا معنویتی نظیر آنچه که در این کتاب خواندید را می آموزند کمک کنید. نکته مهم این است که به فرد یا به سازمانی کمک مالی کنید که از او کمک معنوی می گیرید و منشأ حمایت معنوی شماست. پایان. پایان کتاب در تاریخ دی ماه 1381. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.